سلام و عرض ادب خدمت شما هنرجویان عزیز. در جلسه هفتم از دوره آموزش آبرنگ همراه شما هستم. امیدوارم که آموزش ها و تمرین های جلسات قبلی رو انجام داده باشین و آماده باشین که با هم این جلسه رو شروع بکنیم. در این جلسه ما میخوایم یاد بگیریم که آسمان و کوه‌ها رو در نقاشی آبرنگ نقاشی بکنیم. اگر آماده هستید بریم که آموزش رو شروع بکنیم. برای تمرین و کشیدن آسمان و کوه‌ها من یک تصویر آماده کردم که در اون آسمان صاف و کمی ابری و همراه کوه رو نمایش داده و میتونیم از روی اون نقاشیمون رو بکشیم. برای کشیدن آسمان صاف و به این صورت آبی، ما از آبی سرولین یا آبی کوبالت میتونیم استفاده بکنیم. اول از همه کمی آبی سرولین رو من روی پالت میارم و آب مخلوط میکنم. کمی هم کوبالت به اون اضافه میکنم تا همون رنگی که دیدیم رو به دست بیارم. ابرا رو میتونید با خالی گذاشتن بخش هایی از مقوا خلق کنید و با روش شستن به وسیله آب تیرگی های اون رو پدید بیارید. فضای منفی کوه رو من میکشم. دوباره مقداری آبی به بخش های سمت چپ اضافه میکنم تا رنگ سمت راست و چپ یکسان بشه. برای ابرا میتونید از روش رنگ برداری هم استفاده بکنید. خب آسمونمون تقریبا تموم شد. میریم که با هم کوه رو نقاشی بکنیم. برای کشیدن تیرگی ها و قسمت هایی که برف ندارن روی کوه
من قلمم رو عوض می کنم و به آبی آغشته می کنم و از قسمت های بالا شروع می کنم به کشیدن این بخش های تیره. برف های روی کوه ها وقتی که آب میشن رگه هایی رو پدید میارن روی کوه ها و خوردگی هایی رو روی سنگ ها ایجاد میکنن. برای همین ما بایستی که تیرگی ها رو به صورت رگه هایی روی کوه نمایش بدیم. کمی من کمرنگ بکنم جاهایی که کشیدم. جاهایی که پشت به نور خورشید هستند کاملا تیره میشن. همینطور که پایین میاید مقداری قهوه‌ای و نارنجی به اون اضافه بکنید. روش دیگری هم برای کشیدن تیرگی های کوه هست که با استفاده از یک قلم تخت میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا بخش پایینی رو من قبل از اینکه خشک بشه نقاشی کنم. همینطور که به سمت پایین تر میام سبزم رو گرمترش میکنم. قسمتی هم که ابرها پایین و در کوه رفتن به صورت محو بایستی که رنگ ها شسته بشن. با استفاده از
دستمال کاغذی قسمت های شسته شده رو رنگش رو بردارید. خب من رگه های این کوه های این سمت رو هم بکشم. مقداری بنسینا رو من به آبی اضافه کردم تا خاکستری تولید کنم و بتونم ابرهای این قسمت رو براتون بکشم. به این صورت ابرها و مه رو ما در آبرنگ نقاشی میکنیم. برای اینکه ابرهای بالا هم مشخص بشه من اینجا از خاکستری برای کشیدن کوه ها و ابرها مرز بین کوه ها و ابرها استفاده میکنم. خب حالا میتونیم قسمت‌های پایینی رو پررنگ‌تر و روشن‌تر نقاشی بکنیم.
خب به این صورت آسمان و کوه رو نقاشی کردیم. خب این جلسه در اینجا به پایان رسید. در این جلسه ما روش کشیدن آسمان صاف با کمی ابر رو یاد گرفتیم. با استفاده از متد خیس در خیس و افکت هایی که در آب رنگ یاد میگیریم میتونید آسمان های زیادی رو پدید بیارید. فقط نیاز به کمی خلاقیت و تمرین داره. تا جلسه آموزشی دیگر، خدا نگهدار.